سلام، به 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 دوستان و رفقا، خوبی انشالله. دل و دماغتون چاقه؟ الحمدلله الحمدلله، امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشین و از گزند کرونا و کرونای ولایت به دور باشین انشالله. یارو جهانپور رو میشناسین دیگه ها؟ سخنگوی وزارت بهداشت میگم، همینی که هر روز میاد و چاخان پشت چاخان آمار کرونا رو میده. آره همون. حالا ببینین این دفعه یه ابر چاخان بار گذاشته، ملاحظه بفرمایین. تا امروز که ما در خدمت شما هستیم، بنده اون سخنگوی وزارت بهداشت، فردا زنده باشم یا نباشم، در این برنامه ها باشم یا نباشم، یک نفر تا امروز به ما در وزارت بهداشت نگفته شما این عدد رو بگویید یا نگویید، احتراز کنید، دوری کنید، هیچ. هر چی بوده بیرون، هیچ چیز توصیه مستقیم ما نداشتیم. هر چی که یافتیم بعد همکاران ما شناسایی کردن و به عنوان مورد قطعی داشت. بیا گوشزد که نکردن. یه دروغ، کسی نگفته بگین یا نگین، این دو تا دروغ. احتراز و دوری بکنید یا نکنید، این سه تا دروغ. توصیه مستقیم، چهار تا دروغ. باقیش هم که همش دوغ و دروغ. این چاخان ابله انگار خبر نداشت که یکی از کادرمانی تو همین تلویزیون پشم شیشه مقر اومده که از بالا مالاهای نظام گفتن آمار ندین. ملاحظه بفرمایین. های دکتر، تو خبرها داشتیم که از یه زمانی به بعد دیگه آمار رو اعلام نکردید. حالا از تهران گفتن که قطعا این گونه است. کلن ما تو کشورمون تو همه چی دستور از بالا به پایین، بله. از پایین به بالا نیست. بله. ما یه چندیدی میگه از اون قدیم میگه معموریم و معذور دیگه، درسته؟ بله. این همه مقدمه من هم آره دیگه. بالاخره شورای عالی امنیت ملی و حراست وزارت بهداشت ما و اینا اعلام کردن آقا آمار ندین، نگفتن بله. چرا ندین یا چرا بدین. بله. وابیلا وابیلا، آمار کرونا تو شورای عالی امنیت نظام و حراست گره میخوره. آخه اگه یه شهر، فقط یه شهر آمار واقعی بده، دستگاه دروغ و دغل آخوندا فرو میریزه، اونم فرو ریختنی. مثلا همین روزا که خوزستان تو اوج کروناست، مگه آمار واقعی میدن؟ فقط یه مش حرف پوشال تحویل میدن. ببینین یارو شغفری چه توصیه‌ای به استاندارش میکنه. آقای روحانی با تاکید بر اجرای دستورهای گذشته مبنی بر اطلاع رسانی وسیع و ضرورت تبیین دستورالعمل‌ها و تشدید مراقبت‌ها و نظارت‌ها گفت، باید با مراقبت و نظارت‌های بیشتر این رشد نسبی بیماری به سرعت متوقف و شیب نزولی شود. بله، اطلاع رسانی وسیع. چیو میخوان اطلاع رسانی کنن ها؟ این که کل استانو به باد فنا دادن. بعد شغفری میگه تبیین دستورالعمل ها. یعنی چی دقیقا؟ یعنی واسه ملت کلاس آموزش بذارن، ملت و واسه یه لقمه نون فرستادن تو خیابونا، بعد توصیه اخلاقی میکنن که کرونا نگیرن. عجبا. حالا ملاحظه بفرمایی که همین یارو شریعتی که واقعا استاد تبعینه، رشوه گیری لو رفته 200,000 دلاری همسرشو چطوری تبعین میکنه؟ بنال بینیم. واکنش استاندار به حواشی نیشکر هفت‌تپه. ماه پشت ابر نمی‌ماند. غلامرضا شریعتی امروز 3 خرداد ماه در حاشیه افتتاح پروژه‌های درمانی شهرستان خرمشهر در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص حواشی پیش آمده پیرامون شرکت نیشکر هفت‌تپه اظهار کرد ماه پشت ابر نمی‌ماند، باطل را ذکر نکنید تا به فراموشی سپرده شود. وای از آموزش و تبیین حال کردین. پس معلوم شد که منظور روحانی که به این یارو استاندار گفته به مردم آموزش بدین یعنی چی؟ دوستان مرحمت زیاد.